تو هوای پاییزی و هالووینی حیفه که بیسکویت های هالووین رو از دست بدیم. با من همراه باشین این بیسکویت های فوق العاده خوشمزه و راحت رو با هم درست کنیم. سلام، من نرگسم و اینجا کانال نارسیس دیلی لایفه. با من همراه باشین. برای تهیه این بیسکویت های خوشمزه احتیاج داریم به 170 گرم آرد قنادی که اون رو الکش میکنم و تو ظرف اصلی میریزم. 60 گرم کره دارم داخل آردم میریزم و مخلوطش میکنم. همه آرد رو اضافه نکردم چون ممکنه که خمیرتون سفت بشه. اگر در انتها دیدین که خمیرتون هنوز چسبنده بود اضافهش کنین. وقتی آرد و کره به این بافت در اومدن کنارش میذارم. یه دونه تخم مرغ رو توی یه ظرفی میشکنم و 60 گرم شکر رو بهش اضافه میکنم. هر قاشق شکر معادل 12 گرم شکره. مقداری وانیل بهش اضافه میکنم. خوب مخلوطشون میکنم. بعد از اینکه کاملا ترکیب شد به آرد و کره اضافهش میکنم و مخلوط میکنم تا یک خمیر یک دستی به دست بیاد. دکور امروزم را هم حسام برام چیده چون که تم هالووینی داره، خواست یه چیز مثلا ترسناک برام چیده باشه. اینجای کار اگر هنوز خمیرتون چسبنده بود بقیه آرد رو بهش اضافه بکنید. خمیر رو با دست زیاد ورز ندین چون موقع پختن کرش بیرون میزنه و روغن پس میده. وقتی دیگه به دستمون نچسبید و کاملا لطیف شد باید داخل یک کیسه فریزر قرارش بدیم و بذاریمش حدوداً نیم ساعت داخل یخچال استراحت کنه. بعد از نیم ساعت داخل همون نایلون من روش رو میکشم و با وردنه پهنش میکنم به ضخامت 1-2 میلی‌متر تا آماده بشه برای قالب گیری. برای دیدن آموزش ژله ناصرالدین شاهی میتونین به لینک بالا مراجعه بکنین، مناسب برای شب یلداست. از قالب گرد استفاده می کنم، کاتر می زنم و این مقدار خمیری که به شما گفتم تهیه کردین حدوداً 12 تا بیسکویت به ما میده. اگر از سینی فر غیر مشکی استفاده می کنین لازم نیستش که کفش کاغذ روغنی بندازین، ولی اگر مثل مال من سیاه بود کفش یه کاغذ روغنی بندازین. بعد هم با یه دونه نی من به این صورت چشمای بیسکویت هامو در میارم. هشت دقیقه داخل فر با دمای 180 درجه بپزه. مقداری شکلات رو بنماری میکنم. بعد که بیسکویت هامون کاملا خنک شد به راحتی از روی کاغذ روغنی جداش میکنم. از نوتلا استفاده کردم و روی قسمتی که ساده است نوتلا مالیدم. اگر دوست داشتین میتونید از مارمالات های قرمز هم استفاده بکنید.
خیلی ممنون میشم تا یادتون نرفته ویدیو رو لایک کنید. این کار به دیده شدن ویدیوی من خیلی کمک میکنه. قسمت چشم داره بیسکویت ها رو روی قسمت ساده نوتلای قرار میدم. حواستون باشه موقع زدن نوتلا بیسکویت ها باید کاملا خنک شده باشن. بعد هم به این صورت تزیینشون کردم. به همین راحتی بیسکویت های هالووینی ما آماده است. خیلی راحت آماده میشه و خیلی هم بافت لطیف و خوشمزه ای داره. از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودین ازتون سپاسگزارم. باز هم به کانال من سر بزنین. اینجا پر از آموزش های خوشمزه و راحته.